مدرسین و محققین حوزه علمیه قوم در بیانیه‌ای به مناسبت چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه از ظلمهای رایج در کشور و انحرافات صورت گرفته از مسیر امام و انقلاب به شدت انتقاد کرد و با اشاره به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زندانی شدن منتقدان دلتوز از همه مراجع تقلید و اصلاحاندیشان جامعه خواست برای حل این موزلات باب گفتگوهای مسالمتآمیز را باز کنند توجه شما را به متن کامل بیانیه این تشکل اصلاح طلب روحانی به نقل از وبسایت این مجمع جلب می کنیم بسم هی تعالی سالها می گذرد حادثه ها انتظار فرج از نیمه خورداد کشم تاریخ اسلام مرسی ظهور رهبران روشنگر و تاثیرگذار بسیار است اما بیگمان امام خمینی رحمت الله علیه تنها رهبر بینظیر و بنیانگذار معاصر است که میراث انقلاب اسلامی او تاثیر گسترده ای در تاریخ ایران و جهان داشته است و به همین دلیل شخصیت و اندیشه او جاذبه و دافعه فراوان یافته همزمان بیداری ملت های دربند خشم مستکبران و در عین حال طمع شیادان را در استفاده از نام و راه او برانگیخته است نیمه خرداد امسال شاهد دو اتفاق مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است، یکی میمون و مبارک و دیگری البته جای اسف و اندوه. اتفاق مبارک و میمون این ایام موج بیداری اسلامی در جهان است که نقش الهام بخش امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران در این تحولات مشهود است. امواج بیداری که سرانجام آن شکست دیوار بلند جهل و استبداد و استعمار و طلوع ناگزیر آزادی و کرامت انسانی در جوامع اسلامی است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قوم ضمن گرامی داشت ایام ارتحال امام راحل موج بیداری اسلامی در منطقه را تلیعه تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی می داند و بر این هماسه مقاومت افتخار می کند. حاکمان زورگو و مستبد باید بدانند که عمر گرگ های آدمخار بسیار کوتاهتر از آن است که خود تصور می کنند. سنت الهی است که خون بر شمشیر همیشه پیروز است و این قاعده زمان و مکان نمیشناسد و از مصر و تونس و لیبی تا بهرین و سوریه را به یکسان فرا میگیرد خداوند همیشه حامی مظلومان است و همو میفرماید فعن نمل اسر یسرا ان نمل یسرا اما حادثه ناگوار و تاسف‌آوری نیز در تاریخ انقلاب امام خمینی رخ داده است که نه کتمان پذیر است و نه عبور بی تذکر از آن برای ملت انقلابی و یاران خمینی کبیر روا و جایز می نماید. بسیار جای اندوه است که همزمان با گسترش امواج بیداری اسلامی در منطقه که البته بر آزادی خواهی و تعقل استوارند رسانه های جمعی ایران و جهان گزارش های تکان دهنده از زادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر رواج خرافه، رمالی رم و فساد اقتصادی سیاسی گسترده می دهند. آری افسوس بسیار دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین میراث امام راحل آن هم در این شرایط حساس تاریخی گرفتار اشخاص و گروه های نادان و فرصت طلبی باشد که مکارانه موجب تفرقه ملتی شده جمعی از یاران دلسوز امام و انقلاب را به گوشه انزوا یا حفظ و زندان رانده نیروهای انقلابی را به جان هم انداخته و هر روز بر چهره مظلوم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران خراش بیشتر میزند و زخم بر زخم می‌افزایند. حیرت آنکه چهره ای عبوس خشن و خرافی از اندیشه و میراث امام خمینی در معرض دید و داوری جهانیان میگذارند بر این باوریم که نیمه خرداد همیشه در جمهوری اسلامی ایران برای دو چیز است یکی تجدید پیمان با آرمانهای الهی خمینی کبیر و دیگری بازاندیشی در مسیر طی شده آیا پذیرفتنی است که انقلابی چون انقلاب اسلامی ایران همزمان دو نتیجه متناقض داشته باشد ام الهام برای بیداری اسلامی در منطقه بوده و در عین حال در داخل کشور شاهد انزوا اسارت و زندان تعدادی از یاران امام راحل باشیم کدام ناظر هوشمندی میتواند چنین معیار دوگانه و متناقضی را نادیده بگیرد و زبان به شکوه نگشاید روشن است که هر اندیشه بزرگی به میزان عظمتی که دارد در معرض تحریف و تمع نیز قرار دارد مگر عقیده شیعه نیست که دین اسلام اندکی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله دچار آسیب های ویرانگری گردید بدینسان سیانت از میراس امام خمینی در مقابل تحریفگران و فرصت طلبان منحصر در نهاد و یا مقام خاصی نیست و بر همه ی ملت مسلمان ایران و به ویژه نخبگان آشنا به اندیشه و سیره امام است که پرچم دفاع از این آرمان را بر زمین نگذارند و همچنان بر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر استواری نمایند آخر کدام منکری روشنتر از این که افراد دلسودی چون میر حسین موسوی و مهدی کروبی فقط به جرم این که برخی انحرافات را که اکنون تشت رسواییش از بام افتاده و صدای گوشخراش آن همه جا شنیده می یادآوری کرده و تذکر می دادند در حصر خانگی به سربرند. آیا بهتر نیست که منتقدان صدیق و بیغرز را به جای این که همراه همسران فداکارشان به محبس برانند مورد تکریم قرار میدادند؟ کدام منکری بالاتر از این است که هر روز شاهد فریاد تظلم به ویژه زنانی در زندان ها باشیم که تنها گناه بزرگشان اعتراض به برخی کجربی هاست این زندانیان البته در نقد خود قصد اصلاح داشته و دارند و در بدبینانه ترین حالت ممکن است در تشخیص مصادیق دچار خطا شوند آیا منصفانه است که به فرض خطا در مصادیق این همه تاوان سنگین بپردازند مجمع مدرسین و محققین از همه دلسوزان مقامات رسمی و غیر رسمی و از همه مراجع ازام تقلید و اصلاحندیشان جامعه درخواست می کند برای حل این موزلات باب گفتگوهای مسالمت آمیز را باز کنند و به این مسائل داخلی که البته آسیب جدی بر اعتبار جهانی انقلاب و نظام اسلامی زده و نیز مانع عمده در سیاست منطقی کشور است پایان دهند. تقل الله و اصله ذات بینکم و اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بیانیه‌ای به مناسبت 14 و 15 خرداد صادر کرد که در ادامه توجه شما را به متن کامل این بیانیه جلب می‌کنیم بسم الله الرحمن الرحیم نیمه خرداد در تاریخ پنجاه سالی اخیر ایران یادآور مجاهدت های مردی است که عمیقترین تاثیر را بر سرنوشت و مسیر تاریخی ملت بزرگ ایران بر جای گذاشت و از این جنبش ضد استبدادی ضد استعماری تاریخ ایران را رهبری کرد از جنبش ضد استبدادی پانزده خرداد به رهبری امام خمینی تا رهلت او در سیزدهم خرداد به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران یکی از پیچیده ترین و سرنوشت سازترین فصلهای حیات ملت ایران رقم خورده است اما تاثیر امام بر سرنوشت سیاسی اجتماعی ایران به همین دوره محدود نمی شود جنبش اصلاحی دوم خرداد 76 و جنبش ضد استبدادی سبز 22 خرداد 88 نیز عملا با حمایت و اقبال ملت از نزدیکترین یاران امام و کسانی شکل گرفت که علیه انحراف و تحریف میراث امام و پروژه حدم اساس جمهوریت نظام و تبدیل شدن آن به استبداد به اعتراض برخواستند هم از این روست که میتوان این ماه را نمادی از مبارزات ضد ماری ضد استبدادی 50 ساله ی ملت ایران دانست امام خمینی با رهبری ساز و بینظیر خود در جریان انقلاب اسلامی ایران به حیات نظام سلطنت 2500 ساله خاتمه داد و با تأسیس جمهوری اسلامی ایران عبور از دوران سلطنت به دوران جمهوریت را در تاریخ ایران به نام خود ثبت کرد بیام ماندگار او برای ملت ایران تاکید بر استقلال و ایستادگی در برابر زیادخواهی های قدرت های استعماری تاکید بر جمهوریت در پرتو دین و معنویت و اخلاق و ایستادگی در برابر باستولید استبداد و التزام به حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و میزان بودن رأی ملت برای اداره کشور است تحقق ترکیبی متوازن و سازگار از این آرمان بلند به رغم تمام فراز و فرودها و خطاها و کوتاهی ها خواسته و آرزوی بنیادین امام در دوران رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران بود خواسته و آرزویی که پس از او کم فروخ شد و اکنون کاملا به دست فراموشی سپرده شده است اکنون سالگرد رحلت امام خمینی را در حالی گرامی می‌داریم که همه میراث او در عرصه اجتماع و سیاست از جمهوریت و حق حاکمیت ملی گرفته تا میزان بودن رأی ملت و حتی اسلامیت به دست مشتی قدرت پرست استبداد طلب خائن به آرمانهای ملت به تاراج رفته و جمهوری اسلامی در آستانه استحاله و تبدیل شدن به نظامی دیکتاتوری است را که این خیانت بزرگ به نام امام و دفاع از اندیشه او صورت میگیرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن گرامی داشته یاد امام اعلام می کند همچنان بر سر پیمان خود در پیگیری بی امان برای تحقق آرمان های ملت در انقلاب اسلامی ایستاده است ما همچون امام جمهوریت نظام را از اسلامیت آن جدا نمی دانیم و مسخ و حدم جمهوریت را به مسابه مسخ و حدم اسلامیت آن می دانیم کما این که با هر گامی که به سوی اختناق و استبداد برداشته می شود هر خونی که بر زمین می ریزد، هر بیگناهی که به حفظ میافتد و هر اعتراض به حقی که سرکوب می شود نه تنها مشروعیت ناداشته حاکمان کنونی بیشتر زیر سوال می رود وجه اسلامی و مشروعیت دینی نظام نیز آسیب جدی تری سازمان همچنین اعلام می کند جنایات و بی ها و فساد و دروغ و تزویری که امروز در سطوح مختلف حاکمیت شاهدان هستیم هیچ نسبتی با اندیشه امام و آرمانهای ملت ایران در انقلاب اسلامی ایران ندارد و آن را انحراف و خیانتی آشکار به ملت و امام تلقی می کند و در مقابله و مبارزه با آن از تمام ظرفیتهای قانونی و مدنی و اجتماعی مسالمت بهره خواهد برد